بسم الله الرحمن الرحیم. حمیدرضا اکرمی فرد هستم، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی مواد و متالورژی، گرایش شکل دادن فلزات، از دانشگاه تهران. خیلی خوشحالم که این فرصت آموزشی در اختیار من قرار گرفته تا بتونم درس شکل دادن فلزات رو برای شما تدریس کنم. امیدوارم در پایان این فرصت آموزشی شما رضایت کافی را از تدریس من و همکاری سایر دوستان در فرادرس داشته باشید. در گام اول ما سرفصل مباحثی رو که قراره تو این فرصت آموزشی پیگیری کنیم و دنبال کنیم رو برای شما مطرح می‌کنیم. در فصل اول ما با مفهوم تنش و کرنش آشنا خواهیم شد. در گام اول ما تنش رو برای شما تعریف خواهیم کرد و به دنبال اون تانسور تنش رو برای شما نشون میدیم و به واسطه تانسور تنش به معرفی تنش اصلی خواهیم پرداخت و در ادامه تنش را به صورت برداری بیان خواهیم کرد. همچنین تنش صفحه‌ای را بر مبنای محاسبات ریاضی و ترسیم دایره مور برای شما بیان می‌کنیم و در پایان بحث تنش معادلات تعادل تنش را برای شما مطرح می‌کنیم. در ادامه وارد بحث کرنش می‌شیم، کرنش رو تعریف می‌کنیم، کرنش تو دو بعد رو برای شما تعریف می‌کنیم، مثل تنش تانسور کرنش رو معرفی می‌کنیم. در ادامه ثوابت ماده مثل مدول یانگ، مدول برشی، مدول حجمی و ضریب پواسون رو تعریف می‌کنیم و روابط بین این ثوابت رو تشریح می‌کنیم. در مورد کار در ناحیه الاستیک صحبت خواهیم کرد و در پایان معادلات سازگاری کرنش را مطرح خواهیم کرد. در پایان این فصل و سایر فصل‌هایی که قرار در ادامه برای شما توضیح بدم، یک بخش جمع‌بندی داریم، یعنی کل فصل رو، اون چیزی که در طول اسلایدها برای شما تدریس کردیم، یک جمع‌بندی و یک مرور کلی خواهیم کرد. لازم به ذکره در خلال درس هر مبحثی که بیان میشه که به صورت فرموله و به صورت ریاضی هست و در واقع نیازه که از اون مسئله حل بشه، حتما یک مسئله در خلال درس برای شما حل خواهیم کرد. مضاف بر اون در پایان کلیه فصل ها ما یک آزمون جامع خواهیم داشت. این آزمون جامع گلچینی از سوالات مناسبیه که نکته آموزشی جدید داره و این سوالات یه جورایی برای محک زدن خودتون میتونه خیلی مناسب باشه که در فصل آخر در نظر گرفته شده. در فصل دوم که عنوانش معیارهای تسلیم هست، ما معیار ترسکا و معیار فون میزز رو برای شما تعریف میکنیم. این دوتا معیار رو با همدیگه مقایسه میکنیم و کاربرد اونا رو در مسائل تشریح میکنیم. در ادامه این فصل ما تنش رو در لوله های جدار نازک بحث خواهیم کرد و روابط تنش رو در این لوله ها مطرح میکنیم. همچنین در مورد تنش مؤثر و کرنش مؤثر صحبت خواهیم کرد و در پایان این فصل در مورد کرنش در ناحیه پلاستیک صحبت خواهیم کرد که معروف به روابط لوی-میزز هستند. در پایین این فصل هم مثل فصل قبلی و سایر فصول جمع‌بندی خواهیم داشت و همچنین در خلال فصل هر جا که نیاز به حل مسئله باشه برای شما یک مسئله حل خواهیم کرد. در فصل سوم ما نمودار تنش و کرنش رو برای شما تشریح می‌کنیم. میایم تنش حقیقی رو تعریف می‌کنیم، تنش مهندسی رو تعریف می‌کنیم، نمودارها رو تجزیه تحلیل می‌کنیم، عوامل مؤثر بر این نمودارهای تنش کرنش رو تشریح می‌کنیم. در مورد آزمون فشار، آزمون کشش دو محوری متوازن، آزمون پیچش و همچنین سوپرپلاستیسیته صحبت خواهیم کرد. یکی از مباحث مهم درس شکل دادن فلزات بحث ناپایداری پلاستیک هست که تو فصل سوم بیان میشه و ما این ناپایداری پلاستیک رو برای آزمون فشار تک محوره، آزمون کشش دو محوره متوازن و کره جدار نازک تعریف خواهیم کرد که خیلی از مسئله هایی که در خلال امتحانات و یا سایر آزمون ها تهیه میشه از بحث ناپایداری پلاستیک هست. در ادامه این فصل در مورد تغییر شکل گرم و سرد صحبت میکنیم، تفاوتهای اونا رو توضیح میدیم، همچنین نیم نگاهی به بازیابی و تولور مجدد که بحثهای ریز ساختاری هستن که در فرایندهای شکل دادن فلزات مهم هستن برای شما تشریح میکنیم. در فصل چهارم ما وارد بحث نیرو و کار میشیم و در واقع انرژی لازم برای تغییر شکل رو برای شما بیان میکنیم. در ابتدا ما تغییر شکل همگن و غیر همگن رو با همدیگه مقایسه میکنیم و در ارتباط با اصطکاک و کار اضافی صحبت خواهیم کرد. مسلما در اثر وجود اصطکاک دما در ناحیه تغییر شکل بالا خواهد رفت و یک نوع افزایش دما در ناحیه قطعه خواهیم داشت که در مورد این افزایش دما هم صحبت خواهیم کرد. فشار رو در حالت کرنش صفحه‌ای و در شرایط اصطکاک کم و زیاد برای دو حالت نمونه تختال و نمونه دیسکی برای شما صحبت خواهیم کرد و روابط ریاضی مربوط به اونا رو تشریح می‌کنیم.
در فصل پنجم وارد بحث نورد میشیم. ما نورد رو به دو صورت نورد گرم و سرد انجام میدیم. اونا رو تشریح میکنیم، روابطش رو مطرح میکنیم. نیروی مورد نیاز رو برای نورد فرموله میکنیم. میگیم در هر پاس نورد حد اکثر کاهش ضخامتی که قابل دسترسی هست چقدره؟ آیا غلطک های نورد دچار تغییر شکل میشن؟ روش های اکلاند، سیمز، تغییر شکل همگن و روابط فشار تخ رو برای محاسبه نیروی نورد مطرح میکنیم و اونا رو با همدیگه مقایسه میکنیم، روابطی که در اکثر کتاب‌های درسی معرفی شده. در مورد گشتاور غلطک‌های نورد، توان غلطک‌ها و خمش غلطک‌ها صحبت خواهیم کرد. در مورد نورد پروفیل‌ها و مفتول‌ها صحبت خواهیم کرد. در مورد نورد ترمومکانیکال صحبت خواهیم کرد که یک بحث مهمیه. همچنین در مورد عیوب نورد صحبت خواهیم کرد. البته بحث عیوب نورد در درس خواص مکانیکی هم تا حدی مطرح میشه، ولی ما لازم میدونیم که تو درس شکل‌دادن فلزات حتما این رو مطرح کنیم. در بخش ششم وارد بحث کشش میشیم. کشش معمولا شامل کشش تسمه، کشش سیم و کشش لوله میشه. تو این فصل ما مسلما روابط ریاضی مربوط به کشش تسمه، سیم و لوله رو مطرح می‌کنیم، روابط ریاضی و چگونگی به دست آوردن و محاسبه نیرو رو مطرح می‌کنیم. تو این فصل ما مجدد در مورد کار یا انرژی ایدئال و یا کار یا انرژی استکاک و بازده کار صحبت خواهیم کرد. میگیم که زاویه بهینه قالب تو کشش سیم و همینطور حداکثر کاهش ضخامتی که می‌تونیم در یک پاس از فرآیند کشش سیم به دست بیاریم چقدره و به چه پارامترهایی بستگی داره. اثر دما و روانکاری را میام تو فرایندهای کشش مطرح میکنیم که میتونه مهم باشه. تو فصل هفتم وارد بحث اکستروژن میشیم که یک نوع فرایند شکل دادن دیگه است. روش های مختلف اکستروژن را برای شما مطرح میکنیم. مسلما این روش ها مزایا و معایبی دارن. این مزایا و معایب را برای شما تشریح میکنیم. نیروی مورد نیاز رو برای عملیات اکستروژن تشریح میکنیم. میگیم چجوری به دست میاد. مثلا نظریه پلاستیسیته زیبل تو این زمینه معروف، اون برای شما تشریح میکنیم. در مورد اکستروژن توخالی، اکستروژن غیر مستقیم فنجانی، اکستروژن عرضی، اکستروژن نیمه‌گر و اکستروژن هیدرواستاتیکی صحبت خواهیم کرد و با همدیگه مقایسه خواهیم کرد. تو این فصل ما تأثیر دما و ریزساختار را در اکستروژن داغ مطرح میکنیم که مهم هستش. در مورد بحث روانکاری و تأثیرش تو فرآیند اکستروژن مسائلی رو داریم که حتما مطرح میکنیم. مثل بخش نورد که گفتیم عیوب نورد را مطرح میکنیم، تو این فصل عیوب اکستروژن را مطرح خواهیم کرد و در ادامه خواهیم گفت که چه موادی اکستروژن پذیر هستن و انتخاب مواد تو این زمینه هم مهم هستش. تو فصل هشتم در مورد آهنگری یکی دیگر از فرآیندهای شکل دادن فلزات صحبت خواهیم کرد. مسلما آهنگری انواعی داره، مثل آهنگری باز و آهنگری بسته، و روابط فشار و نیرو برای اونا تعریف شده. ما اونا رو برای شما تشریح میکنیم. در مورد انتخاب مواد برای عملیات فورجینگ صحبت خواهیم کرد. دما در عملیات فورجینگ خیلی مهمه، حتما راجبش صحبت میکنیم. قابلیت فورجینگ مواد رو صحبت می‌کنیم و در مورد اون مثال می‌زنیم. در مورد روانکاری در فرآیند فورجینگ هم مثل سایر فرآیندها که گفتیم بحث و صحبت داریم. تو فصل نهم کشش عمیق رو داریم که یکی دیگر از فرآیندهای شکل دادن فلزات هست که تو ادامه ما برای شما توضیح میدیم که کشش عمیق چی هست. روابط ریاضی مربوط به اون رو تشریح می‌کنیم. در مورد آزمایش‌های شکل‌پذیری ورق‌ها تو این فصل صحبت خواهیم کرد. در مورد ناهمسانگردی کشش عمیق چند مرحله‌ای هم صحبت داریم. این فرایند کشش عمیق چند مرحله‌ای تو بعضی از کتاب‌های درسی اومده و بعضی از جاها تدریس میشه، بعضی جاها اونو ذکر نمی‌کنن. ما یه نیم نگاهی به این فرایند خواهیم داشت. در مورد سایر فرآیند شکل‌دهی ورق‌ها هم صحبت خواهیم کرد. در واقع فرآیند کشش عمیق یه نوع فرآیند شکل‌دهی ورق برای تولید قطعاتی مثل دیوان‌های فلزی که دیدید. البته برای به دست آوردن اشکال مختلف از ورق فرآیندهای دیگه هم وجود داره که در ادامه حتما خواهیم گفت. یه بحث کوچیکی از شکل‌پذیری رو تو این درس مطرح می‌کنیم. شکل‌پذیری خودش یک درس دو واحدی هست تو مقطع ارشد برای بچه‌هایی که رشته‌شون مهندسی مواد و وارد گرایش شکل دادن فلزات میشن. ما خیلی کوتاه و خلاصه‌وار در مورد شکل‌پذیری صحبت خواهیم کرد. ولی خود بحث شکل‌پذیری خودش یک درس جدا و مستقلی از درس شکل دادن فلزات هست. در فصل دهم ما یک آزمون جامع برای شما تدارک دیدیم که در مورد صحبت کردم که شما میتونید تو این آزمون خودتون رو محک بزنید و ببینید مطالبی رو که در حین تدریس گفتیم مفید بوده یا نه. مسلما تو آزمون جامع هم نکات آموزشی گنجونده شده. تو فصل اول ما می‌خوایم در مورد تنش و کرنش صحبت کنیم. بهتره قبل از هر چیزی ما یک مقدمه بر مفهوم شکل دادن فلزات و فرآیندهای اونا داشته باشیم. مطابق با تعریفی که تو کتب درسی اعلام شده،
علم شکل دادن فلزات علمی است که به بررسی اصول و روش‌های لازم جهت تغییر شکل جامدات شکل‌پذیر تحت اعمال نیرو می‌پردازد. تو این جمله چند تا کلمه مهمه. یکی اصول و روش‌های لازم که حالا می‌ذاریم کنار راجع به صحبت می‌کنیم با رنگ قرمز هم نوشتیم. یکی بحث تغییر شکل، خب درس ما درس شکل دادن فلزات درسته، اما این تغییر شکل برای یه سری جامداتی تعریف میشه که شکل‌پذیر هستن. یعنی ما لازممون اینه که موادی که قابلیت شکل پذیری دارن صحبت کنیم. مثلا سرامیکا تردن، اصلا بحث شکل پذیری در مورد اونا رو نداریم. ما میخوام در مورد شکل دادن فلزاتی که قابلیت شکل پذیری مناسبی دارن صحبت کنیم. خب لازمه این شکل پذیری اعمال نیروه. اعمال نیرو و کلمه نیرو خودش خود به خود برای ما نشون میده که شما برای این تغییر شکل نیاز به محاسبه نیروی لازم داری. یعنی هر تغییر شکلی نیاز به یک نیروی مناسبی داره که اون نیرو فرموله میشه. بر چه اساسی؟ بر اساس پارامترهای فرایند شکل دادن فلزات. مسلماً محاسبه نیرو تو فرایند 90 با فرایند اکستروژن متفاوت خواهد بود، اما به یه سری مواردی برمیگرده که به ذات ماده است. مثل چی؟ مثل تنش تسلیم. مثل چی؟ مثل زاویه قالب یا مثل فاصله گپ غلتک‌های 90. لذا ما یه سری پارامترها داریم که به نوع فرایند شکل دادن برمیگرده، به نوع دستگاه برمیگرده، به نوع قالب برمیگرده. یه سری پارامترها داریم که به ذات ماده برمیگرده. کنار هم قرار گرفتن این دو باعث میشه ما فرمول‌های ریاضی رو برای محاسبه نیرو در فرایندهای شکل دادن فلزات برای شما مطرح کنیم. لذا ما تو هر فصل که میایم یک فرآیند شکل دادن رو مطرح می‌کنیم، در مورد اون توضیح می‌دیم، روابط مربوط به محاسبه نیروی لازم جهت تغییر شکلش هم مطرح می‌کنیم. در واقع مبحث اصلی این درس همین هست که شما با روش‌های شکل دادن فلزات آشنا بشید و بتونید نیرو رو برای فرآیند تغییر شکل محاسبه کنید. اما اصول و روش‌های لازم چیه؟ با توجه به اینکه قطعه اولیه با شکل هندسی مشخص موجود است، مثلا شمش، ورق، و از آن محصولی با هندسه نهایی لازم داریم، مثلا اگر یک میله با قطر بالا بوده میخوایم یک میله با قطر کمتر بشه، یا اگر یک ورق با ضخامت بالا بوده میخوایم یک ورق با ضخامت کمتر بشه، لازم است مراحل مختلف شکل دادن را طراحی کنیم. همیشه طی یک مرحله شکل دادن نمیتوان به محصول نهایی دست یافت. مهمترین معیارهای طراحی مراحل مختلف شکل دادن فلزات کیفیت، زمان و هزینه تولید است. یعنی چی؟ شما ممکنه یک ورق با ضخامت بالا را طی 10 پاس به یک ورق با ضخامت کمتر تبدیل کنید. مثلا 10 میلیمتر رو بکنید 1 میلیمتر. ممکنه همین کار رو هم طی 1 پاس انجام بدید. خب شما باید بیاد هزینه تولید رو اینجا بسنجید. 10 پاس مسلما هزینه های تولیدش بیشتره، چون هم زمان بیشتر اینجا مصرف میشه، هم استهلاک غلتک ها بیشتر میشه. در مقابل باید کیفیت رو هم مقایسه کنید، ببینید کدوم استحکام بالاتر میده، کدوم روش میاد اون ریساختر مناسبتر رو برای شما تو قطعه ایجاد میکنه. لذا ترکیب کیفیت، زمان و هزینه تولید هست که روند و توالی و تعداد مراحل شکل دادن رو برای شما مشخص میکنه. دومین اصل و روش لازم محاسبه نیرو و انرژی لازم جهت تغییر شکل و هر مسئله است که توضیح دادیم در موردش. سومین مورد بررسی و انتخاب مناسب ترین روش تغییر شکل با توجه به خواص مکانیکی ماده و خواص مورد نظر محصول در ارتباط با کاربرد آن، هزینه تولید و مسائل مربوط به حفظ محیط زیست است. ببینید ما اینجا کاربرد قطعه مهمه. ممکنه یک قطعه طی دو تا فرآیند شکل دادن به یک محصول نهایی برسه، اما با توجه به کاربردی که داره ممکنه روشی ارجح‌تر باشه، لذا اینم مهمه. مسائل مربوط به حفظ محیط زیست هم گفته میشه، ولی بیشتر تا حد شعار هستش و همیشه از لحاظ اقتصادی اون چیزی که مقرون به صرفه تره کارخانه‌ها و صنعت انجام میدن. مهمترین پارامترهای موجود در شکل دادن فلزات چیه؟ غیر مستقیم تو اسلاید قبلی بعضی از مواردشو گفتم، اما تو اینجا برای شما کامل میکنم. جنس قطعه یا شمش اولیه. چرا جنس قطعه مهمه؟ چون هر قطعه‌ای در واقع یک تنش تسلیمی داره و برای غلبه بر این تنش تسلیم و وارد شدن به ناحیه پلاستیک شما یک نیروی مشخصی رو نیاز دارید. پس جنس قطعه یا شمش اولیه یا همون ورق اولیه برای ما خیلی مهم. هندسه قطعه هم مهم هستش. بالاخره ورق‌ها یا لوله‌های با قطرهای بزرگ، ورق‌های با ضخامت‌های بزرگتر، کوچیک‌تر داریم. لذا هندسه قطعه هم میتونه اهمیت خودش رو نشون بده.
ابزار شکل دادن فلزات هم مهمه. ما از قالب های مناسب باید جهت تغییر شکل استفاده کنیم، قالب هایی که خیلی زود مستهلک نشن، نابود نشن، بتونن اون تغییر فرمی که ما در انتظار داریم برای ما پدید بیارن. نوع فرآیند شکل دادن هم که مسلما وجود داره، پایینگ نو پارامتر. شما هیچ وقت نمیتونی یک ورق رو توی فرآیندی مثلا مثل اکستروژن تبدیل به یه ورقی با ضخامت کمتر کنی. برای هر محصول نهایی یک فرآیند شکل دادن مشخصی تعریف شده. شرط موجود در فصل مشترک ابزار و ماده که ما داریم غیر مستقیم به اصطکاک و روانکاری اشاره میکنیم تو این گزینه که خیلی مهمه. ما خیلی از روابطی که برای شما مطرح کنیم در آینده میایم ذریب اصطکاک رو مطرح میکنیم، میگیم اگه شرط ایدئال بشه ذریب اصطکاک صفر، اگر نباشه وجود داره، لذا کاری که انجام میشه ممکنه ایدئال بشه غیر ایدئال بشه، لذا اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. حالت تنش در منطقه تغییر شکل هم مهم هستش. دو بعدی، صفحه‌ای، سه بعدی، اینا میتونه پارامترهای موجود در فرآیند شکل دادن باشه. اما یه سری پارامترهای مهم دیگه هم هست که دما، نرخ کنش و کرنش حین تغییر شکله. یعنی چیزایی که دست خودمونه. ما میتونیم فرآیند تغییر شکل رو تو دمای بالا انجام بدیم، میتونیم دمای پایین انجام بدیم. میتونیم نرخ کرنش رو ببریم بالا، میتونیم بیاریم پایین. نرخ کرنش میشه میزان کرنشی که در واحد زمان اعمال میکنه. و همینطور خود اندازه کرنش هم مهمه. یعنی کلا مثلا چقدر کرنش بریم یه ورق با ضخامت بالاتر رو به یه ورق با ضخامت کمتر تبدیل کنیم. پس پارامترهای موجود در شکل دادن فلزات متنوع و گوناگون هستند و همه اینا میتونه تو فرمولاسیون محاسبه نیرو، کار و انرژی تاثیرگذار باشه که باید حتما در نظر گرفته بشه. اما فرآیندهای رایج شکل‌دهی فلزات چی هستند؟ تو فصل مقدمه تا بعضی‌هاشو شما آشنا شدید که اول سر همون اول فصل که داشتیم مقدمه میگفتیم و سرفصل‌ها رو میگفتیم برخی‌هاشو اشاره کردیم. یکیش کشش سیمه. شما یک سیمی با قطر بزرگتر رو دارید، میخواد به یک سیمی با قطر کمتر تبدیل بکنید، لذا از فرآیند کشش استفاده میکنه و یک قالب مشخص. این قالب یک زاویه رأس مشخصی داره، یعنی شما اگر این سطح شیبدار رو ادامه بدید از اینجا، سطح شیبدار بالا رو هم از اینجا ادامه بدید، تی یک زاویه تحت عنوان زاویه رأس که دو آلفا هست همدیگر رو قطع میکنن. بسته به اون دو آلفا میزان کرنش اعمالی متفاوت خواهد بود و شما کاهش ضخامت های مختلفی رو بر اساس اون دو آلفا میتونید به دست بیارید. کشش ورق رو داریم. یکی دیگه از فرآیندهای شکل دادن فلزات هست. قالب ها اصولا گوه شکل هستن تو این فرآیند و شرایط کرنش هم به صورت صفحه‌ای هستش. اکستروژن برخلاف دو تا روش قبلی، اینجا نیرو دیگه به صورت فشاریه، اونجا کششی بود. شما نیرو رو به این رم یا در واقع هم سنبه اعمال میکنی، میاد میرسه به چی؟ به بیلیت یا شمش یا ماده ما. در اثر نیرویی که اینجا وجود داره، البته درون یک قالب و محفظه کاملا بسته هستش، در قالبی که اینجا وجود داره این ماده سیلان میکنه و به یک ماده با قطر کمتر تبدیل میشه و از اینجا خارج میشه. این فرآیند اکستروژن هستش. فرآیند 90 به نظرم شاید نسبت به سایر فرآیندها برای شما آشناتر باشه، یعنی نسبت به اون بیشتر آشنا باشید. یه ورق با ضخامت بالاتر تبدیل به یک ورق با ضخامت کمتر میکنن. دو تا غلطک وجود داره. این غلطک ها یکی ساعتگرد میچرخه، یکی پاس ساعتگرد. چرا؟ چون این نمونه رو گاز بگیره بیاد داخل تا تغییر شکل انجام بشه. اگر این دوتا همجهت بچرخن هیچ وقت نمیتونه این نمونه به داخل کشیده بشه. شرایط کرنش هم به صورت صفحه‌ایه، یعنی شما تو عرض ورق کرنش نداری، طول زیاد میشه، ضخامت کم میشه، حجم هم ثابت هستش مثل سایر فرآیندهای شکلی فلزات. فرآیند کشش عمیق یا دیپ دراوینگ هم داریم. تو این فرآیند ما یک پانچی داریم که روی یک ورقی میاد و به واسطه اون هندسه پانچ این ورق یک حالت گودی رو پیدا میکنه یا یک حالت لیوانی شکل که مسلماً در یه محصولاتی مثل لیوان و یا غیره رو که تو ادامه بحث خواهیم کرد هستش، که یک نوع فرآیند کشش پرطرفداری هم هستش. فرآیند ششم فرآیند آهنگری یا فورجینگ هست. فرآیند آهنگری یا فورجینگ یه مزیت خوبی داره. شما میتونید فرآیند به صورت قالب بسته و قالب باز انجام بدهید. کاری که میکنید هندسه قطعه کاری که مد نظرتون هست، در واقع هندسه اون محصول نهایی رو از طریق خود قالب از قبل تعیین کردید. این قالب پایینی یه هندسه مشخصی داره، قالب بالایی هم یه هندسه مشخصی داره. در اثر فشاری که قالب بالایی بر قالب پایینی میاره، اون هندسه مورد نظر شکل میگیره. معمولا این شمش رو به شدت حرارت میدن که سیالان خیلی راحت‌تر و بهتر انجام بشه و نیرو برای تغییر شکل کمتر باشه. تو بخش 1-2 ما میخوایم در مورد تنش صحبت کنیم. بررسی و تحلیل فرآیندهای شکل دادن با تنش و کرنش سر کار داره. خب تنش میشه نیرو بخش بر سطح مقطع دیگه. ما گفتیم تو فرآیند شکل دادن لازمه که
ما نیروی لازم برای فرآیند تغییر شکل رو محاسبه کنیم. خب اون نیرو اگر بر مساحت ناحیه تغییر شکل تقسیم بشه، مسلماً اون تنش لازم برای تغییر شکل رو به ما میده. همینطور کرنش که قرار راجع به صحبت کنیم. وقتی جسمی تحت نیروهای خارجی قرار میگیرد، در داخل آن تنش‌های مکانیکی به وجود می‌آید. تنش در واقع عکس العمل داخلی جسم در مقابل نیروهای خارجیش. تنش ایجاد شده در نقاط مختلف جسم متفاوته، ولی ما اون چیزی که هست به عنوان برایند در نظر میگیریم. به عنوان مثال نقطه پی که یه دلتای فی داره بهش اعمال میشه و یک سطح دلتا آی رو داره. درسته؟ از لحاظ تعریف صحیح ترین تعریف برای تنش اینه که ما بیایم همین نیروی دلتا اف رو به دلتا آ تقسیم کنیم و از اون حد بگیریم وقتی که این مساحت به سمت صفر میل کنه. یعنی تعریف صحیح تنش تو یک نقطه خاصی هستش، چون این داره دلتا به سمت صفر میل میکنه. اما ما برای محاسبات و روابط ریاضی اون برایند رو برای شما در نظر خواهیم گرفت. مسلما این دلتا اف یعنی نیرویی که داره اعمال میشه، اگر اونو به دو تا بردار عمودی و مماسی تجزیه کنیم، مسلما دو جور تنش رو خواهیم داشت. اون نیرویی که مماسی میشه به ما یک تنش مماسی یا تو میده، اون نیرویی که عمود میشه به ما یک تنش عمودی نرمال میده که اونو با سیگمای n معمولا نشون میده. شما بیاید تو این تصویر میتونید بهتر متوجه بشید. ما گفتیم اگر بخوایم دقیق حساب کنیم باید بگیم تنش به یک نقطه خاص اعمال میشه، اما برای راحتی محاسبات میام کل سطح رو در نظر میگیریم. لذا اگر این نیرویی که داره به صورت مورب و تحت زاویه به این سطح اعمال میشه تجزیهش کنیم به دو تا نیرو، تنش عمودی میشه این نیروی عمودی بخش بر مساحت آ و تنش مماسی یا برشی میشه این نیروی مماسی بخش بر مساحت آ. ما تنش تک محوری هم داریم که میشه همین نیروی N یا P که اینجا تو تصویر نشون داده شده بخش بر آ، به شرطی که این نیروی P به صورت متقابل در طرف دیگه از جسم و در جهت مخالف اما همسو با نیروی اولیه باشه. تنش تک‌محوری فشاری هم داریم مثل قبلی، با این تفاوت که نیروی پی و پی پرین به صورت فشاری به جسم و اون سطح مورد نظر اعمال بشه. حالا ما داریم تا این موقع اومدیم یه سطح مقطعی رو در نظر گرفتیم که عمود بر اعمال نیرو بود، یعنی مثلا نیروی پی عمود بر سطح بود، تو تصاویر قبلی واضح بود. حالا اگر این سطح مقطع دیگه رو بیام در نظر بگیریم که عمود بر امتداد اعمال نیرو نباشه، مثلا شما یه سطح مقطعی در نظر بگیرید که نسبت به سطح مقطع عمودی یک زاویه تتا می‌سازه، درسته؟ ما برای به دست آوردن این سطح مورب رابطه ریاضی داریم. اگر بیایم اون سطح عمودی رو بخش بر کوسینوس تتا کنیم، آی تتا یا اون سطح مورب به دست میاد. دومین گام باید چیکار کنیم؟ این نیروی پی رو تو این سطح مورب تجزیه کنیم به یک نیرویی که عمود بر این سطح مورب است و یک نیرویی که مماس بر این سطح مورب است، که این نیرو بر اساس اون زاویه تتا فرموله میشه. یه پی کوسینوس تتا داریم که میشه اون نیروی عمودی، یه پی سینوس تتا داریم که میشه اون نیروی مماسی. حالا میتونیم چه کار کنیم؟ تنش ها رو به دست بیاریم. یه سیگمای تتا داریم که میشه اف بخش بر آی تتا، میخوایم اونو بر اساس آسف بیان کنیم، مسلما میشه پی تقسیم بر آسف کوسینوس 2 تتا. چرا؟ چون یک کوسینوس تتا به خاطر رابطه سطح داریم و یک کوسینوس تتا به خاطر پی که اینجا وجود داره. پی بخش بر آسف همون سیگمایی میشه که ما میایم پی رو بخش بر سطح عمود میکنیم. لذا سیگمای تتا رو اگر بخوایم محاسبه کنیم باید بیایم اون سیگمای نرمال یا عمودی رو در کوسینوس به توان 2 تتا ضرب کنیم تا تنش رو توی یک صفحه مورب به دست بیاریم. چه تنشی؟ تنش قائم. برای تنش مماسی ما میایم همون ویو که اونجا مماس است بخش بر آی تتا میکنیم. دوباره روابط بالا که برای آی سف و وی تعریف شده جایگزین میکنیم. به چه رابطه ای میرسیم؟ نتیجه میگیریم که تو تتا میشه سیگما سینوس تتا در کوسینوس تتا. لذا ما تو صفحات مورب هم میتونیم تنش رو بر اساس اون زاویه تتا به دست بیاریم. اما تو بخش 1-3 ما تانسور تنش رو برای شما معرفی میکنیم و تنش های اصلی رو به دست میاریم. اصلا میگیم هدفمون برای به دست آوردن تنش های اصلی چیه. شما تو این شکل نقطه کیو یک جسمیه که تحت تاثیر تنشه، یعنی نیرو داره به این سطح اعمال میشه، مسلما یه سری تنش های مماسی داره و یه سری تنش های عمودی. اگر یک نقطه و در واقع یک المان از این جسم رو در نظر بگیریم و بیایم روی سطوح مختلفش تنش ها رو ترسیم کنیم، نمودار به این صورت. به چه صورت؟ ما یک تنش در راستای محور X تو این بعد خواهیم داشت.
که در راستای محور x یک سیگما x و به صورت محوری یا عمودی هست. توی سطح مقابل این، یعنی اون پشت، یه سیگما x هم داریم مثل همین، اما در جهت منفی x. چرا؟ چون باید تعادل برقرار باشه. همین فرق که ما یه سیگمای زدی داریم تو این سطح، مسلماً یک سیگمای زد اون برم داریم. یه سیگمای وای که اینجا داریم رو به بالا، یه سیگمای وای هم به سمت پایین داریم. علت نامگذاری سیگما ایکس، سیگمای وای و سیگمای زد اینه که مثلا سیگما ایکس در جهت محور ایکس داره اعمال میشه، سیگمای وای در جهت محور وای و سیگمای زد در جهت محور زد. اما دو جور تنش برشی روی هر سطحی تعریف میشه. مثلا این سطح یه توی ایکس وای داره، یه توی ایکس زد. علت نامگذاری و طریقه نامگذاریش چیه؟ اندیس اول ایکسه. چرا؟ چون این سطح اون تنش محوری یا عمودیش در جهت ایکس بود و در واقع این سطح داره محور ایکس رو قطع میکنه رو به پایین، عمود بر محور ایکس. در واقع اندیس دوم جهت تنش برشی رو یا همون مماسی رو با محور میسنجه. چون این توی ایکس وای جهتش به سمت بالا و به سمت محور وای هست، اندیس دوم وای. توی ایکس چون جهت تنش برشی مماسی در جهت محور زد است، اندیس دوم زد خواهد. همین کار رو برای سایر سطوح هم انجام بدیم و نامگذاری رو انجام بدیم. اضافه میکنم همین حالت تنش ها تو سطح مقابل و در جهت مخالف وجود داره تا تعادل برقرار باشه. شما برای اینکه تعادل رو بنویسید، هیچ وقت نمیتونید تعادل رو برای تنش بنویسید. تعادل فقط و فقط برای نیرو تعریف میشه، لذا شما مجبورید تنش ها را تبدیل به نیرو کنید. تنش تعریفش چیه؟ نیرو بخش بر مساحت. لذا اگر مساحت رو در تنش ضرب کنیم، نیرو به دست میاد. لذا این بردارها اگر قرار باشه معرف بردار نیرو باشن، باید در مساحت ضرب بشن. کار ساده ای که ما انجام داریم، المان رو یک المان مکعب در نظر گرفتیم که همه سطوح با همدیگه مساوی باشن، که تو روابط ریاضی بتونیم ساده کنیم و نتیجه گیری کنیم. برای اینکه تعادل برقرار بشه، مسلما مجموع نیروها در راستای محور ایکس، محور وای و محور زد باید صفر بشه، جدا جدا. همچنین اون کوبل و اون گشتاوری که در راستای محور ایکس و وای و زد ایجاد میشه هم باید صفر بشه. یعنی تعادل هم از لحاظ نیروی هم از لحاظ گشتاوری باید برقرار بشه. تو این تصویر که داریم نگاه میکنیم در راستای عمود بر محور زد، ما تنش ها رو ترسیم کردیم، درسته؟ ما بیایم برای این تصویر قانون تعادل رو بنویسی. خب یه سیگمای و دلتای آ به سمت بالا داریم، یه سیگمای دلتای به سمت پایین، خب مجموعش میشه صفر. یه سیگمای ایکس دلتای آ به سمت راست داریم در جهت محور ایکس، یه سیگمای ایکس دلتای آ در جهت چپ داریم میشه صفر. یعنی مجموع نیروها در راستای محور ایکس و محور وای صفر. همینطور برای تو ایکس وای ها نگاه کنید، یه تو ایکس وای دلتا به سمت بالا، یه تو ایکس وای دلتا به سمت پایین. همینطور یه توی وای ایکس دلتا به سمت راست، یه توی وای ایکس به سمت چپ. همه با هم ساده میشه. اما از لحاظ گشتاوری چطور؟ توی ایکس وای دلتا آ در آ داره مؤلفه رو چجوری میچرخونه؟ داره پادساعتگر میچرخونه، با علامت مثبت نشون دادیم. اما توی وای ایکس داره مؤلفه رو به صورت ساعتگر میچرخونه، اون رو به صورت منفی نشون داد. مجموع این رابطه تعادل باید برابر با صفر باشه. از اینجا نتیجه میگیریم که توی وای ایکس باید با توی ایکس وای برابر باشه تا بر اساس قانون تعادل گشتاورها تعادل برای جسم برقرار باشه. اگر همین کار رو برای سایر محورها هم انجام بدم، نتیجه میگیرم که توی زد ایکس هم با توی ایکس زد برابره، توی زد وای هم با توی وای زد برابره. یعنی ما 9 تا مؤلفه داریم برای تنش تو هر المان که 3 تا از اونها به صورت محوری و عمودی هستن، سیگما ایکس، سیگما وای و سیگما زد، و 6 تا دیگه به صورت برشی و مماسی هستن. از اون 6 تا 2 تا 2 به 2 با هم برابرن، یعنی تو ایکس وای با تو وای ایکس برابره، تو ایکس زد با تو زد ایکس و تو زد وای با تو وای زد. لذا هر تا عنصر تنشی 6 مؤلفه مستقل داره، چون 3 تا 2 به 2 با هم برابر. پس این یادتون باشه هر تا عنصر تنشی فقط 6 مؤلفه مستقل داره. اما ما اگر قرار باشه با این تا عنصرهای تنش که درست 6 تا مؤلفه مستقل و در واقع 9 مؤلفه کلی دارن بخوایم کار کنیم، کارمون سخت میشه. میایم چه کار میکنیم؟ میایم ما ماتریس تنش رو طوری تغییرش میدیم که تبدیل به 3 تا تنش محوری بشه تا بتونیم تو روابط ریاضی کار رو ساده تر و راحت تر پیش ببریم. تو این شکل من اومدم این 3 تا تنش رو عمود کردم. نه، این همیشه اینطور نیست. شما ممکنه یه بلایی سر این تنش هایی که توی المان ها بیارید که 3 تا تنش نتیجه بشه که زوایای خاصی با این محورها بسازن، ولی خودشون دو به دو با همدیگه باید عمود باشن. یعنی اون 3 تا تنش اصلی میان روی یک محورهای مختصات جدید که با محورهای مختصات قبلی زوایای مشخصی میسازن، ولی خودشون هم چون محورهای مختصات هستن دو به دو با همدیگه عمودن.
پس در مورد اینا قراره برای شما توضیح بدیم و بگیم چجوری شما یک تانسور با 9 مؤلفه رو تبدیل کنید به 3 مؤلفه تا بتونید تو اون زمینه روابط ریاضی رو راحت‌تر و سریع‌تر پیش ببرید. ما تانسور تنش رو به این صورت برای شما معرفی کردیم. درسته، یک رابطه درجه 3 ریاضی تعریف شده برای به دست آوردن 3 تنش اصلی از 9 مؤلفه. S به توان 3 یا X به توان 3، هر جور خودتون راحتید، منهای I1 S به توان 2 منهای I2 در S منهای I3 مساوی است با 0. I1 I2 I3 رو بهش میگن invariant، یعنی غیر قابل تغییر. یعنی شما اگر این ماتریس رو بیایید دوران بدید، هر عملیاتی روش انجام بدید از لحاظ بیان ماتریسی و ریاضی و I1 I2 و I3 رو مجدد برای ماتریس دوران یافته و تغییر شکل پیدا کرده مجدد حساب کنید، باید I1 ها I2 ها I3 ها همیشه مقادیرشون ثابت و مشخص باشه، یعنی غیر قابل تغییرن. I1 چجوری به دست میاد؟ I1 مجموع سه تنش محوریه، یعنی سیگما ایکس، سیگما و سیگما زد برابر با I1 ها. این یعنی چی؟ این یعنی شما وقتی این تانسور تنش که الان 9 مؤلفه داره تبدیل به 3 تا تنش کنید که سیگما 1، سیگما 2 و سیگما 3 باشه، مجموع اون 3 تا با سیگما ایکس و سیگما وای و سیگما زد برابر خواهد بود، چون آ1 اون ماتریسه باید با آ1 این ماتریسه برابر باشه. چرا؟ چون این وریانت ها نباید تغییر کنن. آیدو رو چجوری تعریف میکنیم؟ برای اینکه شما حفظ کنید آیدو رو نگاه کنید، ما اومدیم توی ایکس وای، توی ایکس زد و توی وای زد، یعنی 3 تا مؤلفه برشی رو به توان 2 رسوندیم. بعد 3 تا رابطه منفی داریم که حاصل ضرب 2 به 2 تنش های محوری هستند، یعنی یه بار سیگما ایکس در سیگما وای، یه بار سیگما وای در سیگما زد و یه بار سیگما زد در سیگما ایکس ضرب شده. I3 دترمینان ماتریسه. برای به دست آوردن دترمینان ماتریس مسلما شما روش های مختلفی رو ممکنه پیگیری کنید. سطری ستونی خیلی روش ها وجود داره، اما به صورت کلی و یک قاعده کلی یک رابطه ریاضی براش تعریف کردیم. سیگما ایکس سیگما وای در سیگما زد ضرب میشه به علاوه 2 برابر توی ایکس وای توی ایکس زد در توی زد وای، یعنی 3 مؤلفه برشی در هم ضرب، ضرب در 2 منهای سیگما ایکس در مؤلفه برشی ضرب میشه که اندیس ایکس نداره، یعنی زد وای به توان 2 منهای دوباره سیگما وای در مؤلفه برشی ضرب میشه که اندیس وای نداره، یعنی ایکس زد. همینطور برای زد. این میشه آیسه یا دترمینان ماتریس ما. حالا ما آ1 آ2 و آ3 رو که به دست آوردیم تو رابطه بالا جایگذاری میکنیم، از طریق یک ماشین حساب مهندسی 3 تا تنش اصلی رو به دست میاریم. عبارت آی گفتن مخفف کلمه invariant به معنی تغییر ناپذیر است و نهایتاً میرسید به ماتریسی با 3 تا تنش که گفتم لزوماً اینها تو این شکل درست همراستا به محورهای ایکس وای و زد شدن، ولی اصولاً اینطوری نیستن و تحت یک زاویه‌ای در واقع دوران پیدا کردن که برای شما توضیح خواهم داد. اما چند تا نکته رو باید اشاره کنیم. بزرگترین تنش را به مؤلفه اول و کمترین را مؤلفه آخر اختصاص میدیم. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی معادله درجه 3 را از طریق ماشین حساب مهندسی حل میکنید به شما 3 تا جواب میده. ممکن جواب اول منفی باشه، جواب دوم مثبت باشه، جواب سوم مثلا 0 باشه. شما بر اساس ترتیب مقداری باید اونا رو بچینید. یعنی سیگما 1 میشه بزرگترین و مثبت‌ترین و همینطور سیگما 2 کوچکتر و سیگما 3 کمترین. به این طریق ما اگر بخوام همین کار رو به صورت ریاضی بیان کنیم میشه سیگما آیجه منهای دلتای آیجه در سیگما در انجه برابر با 3. دلتای آیجه رو میگیم یکی اگر آی با جه با هم برابر بشن و دلتای آیجه مساوی با 0 اگر آی و جه با هم برابر نمیشن. در واقع این یک بیان ریاضی از همین ماتریسی است که دارید میبینید. اما انجه چیه؟ کسینوس های حادی بردار واحد نرمال به سطح اصلیه. سیگما آی جام مؤلفه تانسور تنش هستن. در مورد کسینوس های حادی بعد اون جلوتر توضیح میدم. سیگما هم که یکی از تنش های اصلی هستش. در ارتباط با کسینوس های حادی یک رابطه ریاضی برقرار. کسینوس 2 آلفا به علاوه کسینوس 2 بتا به علاوه کسینوس 2 گاما همیشه برابر با 1 هستش. این سه تا تنش اصلی که گفتم در واقع میان روی یک محورهای مختصات که خودشون دو با هم هم بودن، هر کدوم از اونها مثلا محور ایکس این جدیده که ایکس بدیم میشه با محور ایکس این یک زاویه میسازه که اونو بهش میگیم آلفا که کسینوس حادیش میشه کسینوس آلفا. محور وای این که در واقع وای پنیم میشه با محور وای این یک زاویه مشخصی میسازه که بهش میگیم بتا و کسینوس حادیشه بهش میگیم کسینوس بتا. همینجور برای محور زد مجموع توان مربعات اونا برابر با 1 میشه. من یه مثال حل میکنم، یه تانسور تنش رو معرفی میکنم، میام تنش اصلی رو به دست میارم، بعد میام میگم که از اون 3 تا تنش اصلی میام بزرگترین تنش رو که یک بور داره انتخاب میکنم و کسینوس های حادیش رو به دست میارم. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر سیگما 1 من یک بورداری باشه مسلما اون بور داره با محورهای مختصات قبلی یک زوایای مشخصی میسازه. میام زاویه آلفا، زاویه بتا و زاویه گاما اون بوردار رو به دست میارم.
سعی میکنیم روابطی رو که مطرح کردیم در قالب یک مثال حل کنیم تا این موضوع بهتر تفهیم بشه. ماتریس تنش سیگمای آی جی رو در نظر بگیرید که مؤلفه های 4 6 5 مؤلفه های اصلی هستند که روی قطر اصلی قرار دارن و مؤلفه های 2 3 و 1 تنش های برشی هستند که تو دو طرف این قطر تکرار شدن. اولین کاری که میکنم آی 1 رو یا اینوریانت رو به دست میارم. میشه سیگمای ایکس به علاوه سیگمای و بله سیگمای زد. درسته؟ 4 و 6 و 5 میشه 15. آی 2 چی هست؟ آی 2 تعریف کردیم این وریانت دوم که رابطه ریاضیش رو تعریف کردیم چجوری به دست بریم، اما چی میشه؟ میشه 4 چون تو ایکس وای 2 2 به توان 2 4 تو ایکس زد اینجا 3 هست 3 به توان 2 9 تو زد وای 1 1 به توان 2 1 منهای سیگمای سیگمای وای یعنی 4 6 تا 24 تا منهای سیگمای وای سیگمای زد 6 5 تا 30 تا سیگمای ایکس سیگمای زد 4 5 تا 20 تا حساب بکنم میشه منهای 60. آی 3 هم که دترمینان حاصل ضرب سه تا تنش اصلی 4 6 تا 24 تا 5 تا 24 تا 120 تا 2 2 تا 4 تا 4 3 تا 12 تا 12 تا 1 12 تا سیگما ایکس در توی زد وای به توان 2 یعنی 4 در چند میشه زد وای یعنی میشه 1 1 به توان میشه همون 4 سیگما وای چنده 6 در توی ایکس زد یعنی چی ایکس زد میشه چند میشه 3 3 به توان 2 9 6 9 تا 54 تا و همینطور برای آخری هم میشه منهای 20. اگر حساب کنم آی 3 میشه 54. پس معادله درجه 3 من میشه S3 منهای 15 تا S به توان 2 به علاوه 60 تا S منهای 54 برابر با 3. حالا من چی کار میکنم؟ میام به ماشین حساب مهندسی اینو میدم برام حل میکنه 3 تا تنش بهم میده، در واقع 3 تا جواب میده 9 4 - 70 3 1 - 27 که به ترتیب مقدار اونها رو چیندم توی ماتریس. حالا میخوام به دست بیارم این نوحه که خودش یک مؤلفه تنشی هست که مثلا این سیگما 1 میشه ولی تو این شکل عمودی رسوله ولی در واقع عمودی نیست، مثلا به این جهت یه زاویه‌ای با محورهای x y و z میسازه تحت کوسینوس آلفا کوسینوس بتا و کوسینوس گاما. میخوام این کوسینوس آلفا کوسینوس بتا و کوسینوس گامای این مؤلفه نوح به دست بیارم. میتونم برای اون دوتا هم به دست بیارم ولی صورت سوال اینجوری از من خواسته، گفته برای بزرگترینش حساب کن. چجوری حساب کنم؟ من میام چیکار میکنم؟ میام طبق رابطه سیگما آی جی منهای دلتا آی جی سیگما ان جی که برای شما تعریف کردم مینویسم برای تک تک مؤلفه ها. طبق این رابطه میشه سیگما ایکس ایکس منهای سیگما 1 در ان ایکس به علاوه سیگما ایکس وای، چون اول آی رو دادم 1 یا ایکس، جی رو دادم ایکس، بعد جی رو دادم وای، بعد جی رو میدم 3. سه تا مؤلفه میشه که با هم جمع میشه باید برابر با 0 بشه. همین کار رو برای آی برابر با وای و آی برابر با زد انجام میدم. لذا من سه تا رابطه اینجا به دست میارم، میام تک تک جایگذاری میکنم. مثلا سیگما ایکس ایکس منهای سیگما یک چی میشه؟ میشه 4 منهای 9 میشه منهای 5 در ان ایکس. سیگما ایکس وای که مشخصه 2، سیگما ایکس زد مشخصه 3، جایگذاری میکنم. سه تا رابطه دارم، درسته؟ سه معادله، سه مجهول. اما این معادلات یعنی این سه تا معادله که به دست آوردم هر سه تا مستقل نیستن که بتونم سه معادله سه مجهول حل کنم، به هم وابسته هستن. کاری که باید بکنم اینه که بیام یه معادله دیگه در کنار این معادلات قرار بدم. این معادله قبلا به شما گفتم معادله مربوط به کوسینوس های عادی هادیه. در واقع ان ایکس همون کوسینوس آلفاه، ان وای همون کوسینوس بتا و ان زد کوسینوس گاماه. اینو تو اسلایدی که داشتم این رابطه رو توضیح دادم اشاره کردم که گفتم کوسینوس های هادی هستش. لذا حالا من 4 رابطه دارم، سه معادله سه مجهول هست چون یه معادله وابسته به دو تای دیگه است. اینو اگه حل کنم به چه نتیجه میرسم؟ چجوری حل میکنم؟ میام رابطه دوم در منهای 3 ضرب میکنم. از اینجا نتیجه میگیرم که اگه با بالای جمع کنم نتیجه میگیرم که nx با ny برابره. خب nx با ny برابره، میام تو معادله اول قرارش میدم، نتیجه میگیرم nx هم با nz برابره. خب کارمون راحت شد، سه تا اینا با هم دیگه برابرن. خب اینو میذاریم تو رابطه کوسینوس های هادی، یعنی این رابطه. از اینجا چه نتیجه میگیرم؟ نتیجه میگیرم nx کم کوسینوس آلفا هست، ny کم کوسینوس بتا هست و nz کم کوسینوس گاما هست، همه با هم برابرن و یک میشن یک بخش بر رادیکال 3. یعنی زاویه‌ای که این مؤلفه 9 در حالت جدید به دست آورده با محور x y و z برابره و اندازه زاویه‌اش 54.735 درجه هستش. به چنین صفحه یعنی صفحه‌ای که این برداره نرمالش باشه صفحه اوکتاهدرال میگن، یعنی صفحه‌ای که نرمال اون با محور مختصات زاویه برابر می‌سازه. فکر کنم مثال خوبی رو حل کردیم، تونستیم رابطه به دست آوردن تنش‌های اصلی و همین جور راستای کوسینوس های هادی بزرگترین تنش اصلی رو برای شما محاسبه کنید. بخش 1.5 معادلات تبدیل بردار و تبدیل تنش.
شما در نظر بگیرید که ما در صفحه مختصات X1, X2 و X3 هستیم. حتما تعریفی از بردار 1 میدونید. بردار 1 یک برداری همجهت با محور مربوطه است که از لحاظ مقداری اندازش برابر با 1 هستش. ما بردار 1 در راستای محور X1 رو با 1، در راستای X2 رو با I2 و در راستای X3 رو با I3 نشون میدیم. حالا اگه خاطرتون باشه ما اومدیم گفتیم که اگه یک تانسور تنشی داشته باشه و بخوایم تنش‌های اصلی رو به دست بیاریم، گفتیم تنش‌های اصلی نسبت به مختصات اولیه یعنی نسبت به X1, X2 و X3 زوایای خاصی می‌سازن، یعنی سه تا تنش اصلی لزوماً همجهت با X1, X2 و X3 نمیشن. و اومدیم یه مثال حل کردیم، گفتیم بزرگترین تنشی رو که به دست آوردیم اومدیم کسینوس‌های حادیشو با محور مختصات سنجیدیم و مسئله رو حل کردیم. مثلا شما فرض کنید همین مثال حل میکنید تو سیستم X1, X2, X3 و بزرگترین تنش اصلی رو به دست میارید که روی محور X1 پریم قرار داره. این X1 پریم با X1 یک کسینوس آلفایی میسازه، با X2 یک کسینوس بتایی میسازه و با X3 یک کسینوس گاما، چون در راستای X1 پریم هستش. حالا ما اگر بخوایم مثلا این کار رو همزمان برای اون دوتا مؤلفه تنش دیگه انجام بدیم، یعنی در راستای X2 پریم و X3 پریم انجام بدیم و میدونیم سه تا مؤلفه تنشی که به دست آوردیم، یعنی سه تا تنش اصلی بر هم عمود هستن، در واقع ما وارد یک